حدود یک قرن قبل شهردار وقت تهران دو طرف خیابان ولیعصر امروزی را با چنارهایی که برخی اسناد تعدادشان را 11,000 اصل نوشتند زینت داد و با حفر دو حلقه چاه در محمودیه آنها را سیراب کرد. عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من نوشته در طرفین خیابان پهلوی به فاصله هر دو متر یک درخت چنار و به علاوه در بین هر دو چنار یک بوته گل سرخ کاشتند. به دلیل ساخت و سازهای یک قرن گذشته تعداد زیادی از چنارهای محدوده پارکوی تا چهارراه ولیعصر از بین رفتند تا اینکه سرانجام دیماه 90 نخستین اقدام حفاظتی برای آن صورت گرفت و ولیعصر به عنوان طولانی ترین خیابان خاورمیانه با چنارهای قدیمیش در فهرست آثار ملی ثبت شد. اما خشک شدن تدریجی چنارها در مسیر 18 کیلومتری خیابان باز هم ادامه پیدا کرد. همه شهرها یک میراث طبیعی دارند. میراث طبیعی تهران البرز، میراث طبیعی تهران قناتان و آب، میراث طبیعی تهران پرندگان بودند. میراث طبیعی تهران تنوع گونه‌های درختی از انار و نمیدونم همین چنار و چیزهای مختلف بودن. ما فکر میکنیم میراث طبیعی یعنی یه جایی تو جنگلی و یه دشت، نه، شهر هم میراث طبیعی داره و اتفاقا مهمه میراث طبیعی در شهر. خیابان ولیعصر و چنارهاش میتونه مقدمه مهمی باشه برای اینکه این شهر رو زیست پذیرتر کنه با حضور و احیا و حفاظت از میراث طبیعیش. خیابان وقتی تجربه زیسته خودش رو طی میکنه همه عناصر شروع میکنن تبدیل شدن به ویژگی هایی که این مقصد شهری رو و این فضای شهری رو متعین میکنه، نشانه دار میکنه و از جمله اونها در همین خیابان موضوع منظر فرهنگی خیابان هست. منظر فرهنگی به خیلی چیزها بستگی داره ولی در این خیابان خاص چنارها بخش مهمی از منظر فرهنگی هستند. تا حالا از منظر ترافیکی در تهران خیابان ولیعصر شریان ترافیکی شناخته می‌شده، نه یه خیابان، نه یه مقصد شهری. و باز از منظرهای گوناگون هیچ وقت خیابان نبوده. به این منظر سودای ساخت و ساز و قیمت‌های عجیبی که بالاخره بر ساخته میشن برای اینکه شهر رو هم مصرف کنن اضافه میشن. وقتی این خیابان به شدت به خاطر منظر فرهنگیش، به خاطر شکل و شمایلش این خاصیت رو پیدا میکنه که یکویی تبدیل میشود به یک کالای خیلی با ارزش و در مقام کالا شروع میکنه فروخته شدن و خریده شدن و مصرف شدن شهر. در این مصرف شدن دیگه پله‌های یوسف آباد به عنوان منظر فرهنگی اهمیت ندارن، بر خیابون اهمیت داره. درختان به عنوان منظر فرهنگی اهمیت ندارن، بر خیابون اهمیت داره. و با زد و بندهایی که صورت می‌گرفته در طول سالیان اخیر و ممکنه همین الان هم ادامه داشته باشه، کما اینکه الان چند تا درخت رو یک نفر به خاطر نمای ساختمانش در واقع خشکانده، این اتفاق میفته که اون موقع خود درخت ها رو میخشکنیم برای اینکه میخواییم ساختمون بسازیم، برای اینکه بر خیابون خیلی ارزشی بیشتری داره. به جرأت اگر تهران به یک درام تشبیه بشه که شخصیت های مختلف اون درام و قصه رو پیش میزدن، شما نمیتونید از این خیابون بگذرید و وقتی از این خیابون حرف میزنید نمیتونید از چناره اون بگذرید. اینا همه بعد از ثبت ملی گام بعدیش میشه خب ثبت جهانی، یعنی واجد یه ویژگی‌هایی میکنه که در مقیاس جهانی عمل کنه. چون خیابان‌های متناظر این خیابان چه به لحاظ قدمت، چه به لحاظ ابعاد و اندازه و چیزهای مختلف نکنید، همه کمتر از خیابان این خیابان اون لایه‌های مختلف فرهنگی رو دارن که واجد ارزش ثبت جهانیش بکنن. امروز درختانی که خشک میشن در یه محدوده تاریخی مثلا در ثبت جهانی هستن، اونها رو محافظت میکنن که نیفتن، آسیب نزنن، ولی بدنشون رو مثلا با رونده های سبز میکنن. در واقع از منظر اسنادی شرح زندگانی من عبدالله مصطفی که تقریبا از اوائل قاجار خاندانش رو شروع میکنه گفتن تا میاد، یه جایی به اینا اشاره میکنه، میگه که ما در
این خیابان درختای چنار در دو طرف دو تا جفت جفت کاشته میشد، یه فاصله بینشون بود، در فواصل بینشون هم شمدانی و رز کاشته میشد. بر همین اساس حد فاصله میدان ولیعصر تا سر زرتشت وقتی که جوی رو اصلاح کردیم همون گیاهان رو، گلهای در واقع رز و این چیزها رو هم کاشتیم. این تنها سند ماست که به طور دقیق راجع به همین خیابان و چنارش میگه. اما من در مصاحبه‌ای که با آقای حسن برمک، آقای مهندس حسن برمک داشتم، ایشون میگفتن ما دبستانی بودیم، ما رو بردن که درختکاری کنیم و همین درختای حد فاصل خندق تهران که همون چهارراه ولیعصر بوده پل کردن، اونجا رفتیم درختا رو کاشتیم، باز با همین نظامی که مصطفی میگفتم کاشته میشده. حالا اگر ناظر یونسکو بیاد ببینه که ما برای سوداگری ساخت و ساز نمای ساختمانمون درخت چنار رو خوش میکنیم، دیگه طبیعتا ثبت جهانی نمیشه. بر اساس بررسی های کارشناسان، چون ریشه چنارها به قنات های تهران رسیدند و از بالا به پایین سرازیر میشوند، با ساخت و ساز های سوداگرانه مسیر قنات ها مسدود و درختان در برخی نقاط به مرور خشک شدند. برج‌های ساخته شده در این مسیر همچنین باعث تنگی فضای درختان شدند و کم کم چنارها را افسرده و خشک کردند. شما چند سال است توی محدوده خیابون ولیعصر مغازه دارین؟ حدوداً 20 ساله. حاج آقا شما چند سال هست توی محدوده خیابون ولیعصر کاسبین؟ از سال 43. درباره خیابون ولیعصر چی میدونین و اینکه چه ویژگی هایی داره؟ بزرگترین بهترین درخت های چنار هم توی این خیابون بوده. یه قدیمی ترین خیابون های تهرانه، حتی خاورمیانه هست، طولانی ترین خیابون هست. خیلی آثار باستانی زمان قاجار اینا اینجا، نمونش همین پارک، همین کاخ روبروت، نم کاخ سعدآباد، نم چی، خیلی چیزهای قدیمی توی منطقه است. درباره درخت های خیابون، این که بعضی از مغازه‌دارها میگن به خاطر اینکه درخت ها تنومند شدن، شاخ و برگ زیادی دارن، جلوی تابلوی مغازه های ما رو میگیرن. خیلی این کار رو دارن میکنن. از چهارراه پارک روبه پایین اصلا درخت دیگه به اون صورت دیگه وجود نداره. بیشترین درخت ها از پارک وی تا میدون تجریشه. الان از چهارراه پارک وی که شما میریم پایین یا از بلوار اسفندیار میریم پایین درختی به اون صورت نیست تا میدونه، ولی خیلی کمه، تنک شده. ولی اکثر درختاش تو همین محدوده ما هست. این هم چون خیلی تنومند شده نمیتونن کارش کنن. ولی اینایی که جدیدن دارن شهرداری میکنن اونا هم از بین میره، حالا مردم هم بین میبرن یا خود اون بافت زمینش هم بین رفته، به این تنومندی نمیشه ولی میخشکه. هر ساختمونی که خواستن درست کنن درخت ها رو یا قطع کردن یا از سرش رو زدن ابن بردن یا خشکش کردن. یعنی میگید مردم مالک های مغازه ها این کار کردن؟ حتما آره. ساختمون های جدید بهترین آب و هوا رو هم درخت ها تولید میکنه. اگه شما از خیابون شریعتی بیان تو این خیابون، تو مثلا تو همین هوا ببینید 20 درجه با هم توفیر داره. چنارهای قدیمی خیابان ولیعصر از مهمترین عناصر در مسیر تلاش برای ثبت جهانی آن است. اما این عامل مهم هم باعث نشده قوانین حفاظتی برای این درختان رعایت شود و حتی برخی مالکان برای دیده شدن نمای ساختمان و تابلوی مغازه ها چنارها را خشک می کنند. مانند اتفاقی که برای 12 چنار محله محمودیه افتاد و با ورود مراجع زیربط مالک یک ساختمان مقصر اصلی معرفی شد و کمیسیون ماده 7 شهرداری تهران جریمه 117 میلیارد تومانی برایش تعیین کرد. حفظ و صیانت از درختان این خیابون یکی از مسائل اساسیه که ما در همین دوره شورا هم به جد پیگیرش بودیم و شاید یکی از دلایلی که امروز انقدر این موضوع بازتاب هم پیدا کرده حساسیتیه که اعضای شورای شهر نسبت به حفظ درختان خیابون ولیعصر داشتن. نکته دومی که وجود داره این هستش که ما بلافاصله از مجموعه حقوقی شهرداری تهران خواستیم این بحث‌های حقوقی این مسئله رو پیگیری کنه. از سازمان بوستان‌ها خواستیم که مسئله رو ریشه یابی کنه که علت خوش شدن درختان خیابون ولیعصر چیه. اون سازمان هم بلافاصله پیگیری لازم رو توسط شرکت‌ها و مؤسساتی که توانمندی لازم برای تشخیص این مقوله رو دارن رو آغاز کرده. از دستگاه قضایی برای پیگیری مسببان این قضیه خواستیم که این مسئله رو پیگیری کنن
از منطقه خواستیم که جلوی هر گونه فعالیتی که منجر به خسارت بیشتر بشه رو توسط مالکینی که احتمالاً باعث خشک شدن درختان اون محدوده شده بگیرند. اینا موضوعاتی بوده که توسط این کمیسیون پیگیری شده و ما منتظر نتایج بیشتری هستیم که انشالله بتونیم تصمیم گیری لازم رو در این خصوص داشته باشیم. ما که مصوبه داریم مثلا در شورای شهر در خصوص جرائم و قانون هم داریم که اگر کسی نسبت به قطع درختان اقدام بکنه لحاظ قانونی میتونه معرفی بشه قوه قضاییه. قوه قضاییه هم مسائل این موضوع رو مطابق قانون پیگیری خواهد کرد. یعنی ما لحاظ مسائل قانونی ضعف قانونی به اون معنا نداریم.